در مقام حضرت سید الشهدا فرمود نه فقط حضرت سید الشهدا رو خازن وحیش قرار داده است، بلکه فرمود حسین ابن علی علیه السلام رو حق به شهادتش گرامی داشت. خداوند جل و علا حسین را به شهادتش تکریم نمود و اکرمته به شهاده. حالا این جلوه های کرامت الهی از وجود با عظمت سید الشهدا علیه السلام چه جلوه هایی بود؟ ما دو تا نکته رو با دوستان معروض داشتیم. یه نکته گفتیم بشینید نگاه کنید زیارت امام حسین در بین حضرات معصومین چه جایگاهی داره. اونایی که به زیارت امام حسین نائل میشن از چه مقامی، از چه مرتبتی برخوردارن که در السنه احادیث داریم روز قیامت عزاداران سید الشهدا وقتی مورد شفاعت صدیقه کبرا قرار میگیرن، عزاداران و گریه کنان سید الشهدا مورد عنایت حضرت زهرا واقع میشن، در بهشت رفتن اونها رو دو دسته می نماین. یک دسته اونها کسانی هن که در عمرشون کربلا به زیارت سید الشهدا نائل آمدن، یه دستشون هم کسانی هن دنیا با محبت سید الشهدا زندگی کردن، در محافل عزای سید الشهدا شرکت نمودن اما نتونستن کربلا برن، به زیارت سید الشهدا نائل نیامدن. در بهشت رفتن اینها رو از هم تفکیک میکنن و در ملسنه احادیث داریم اونایی که کربلا مشرف شدن در بهشت رفتنشون 40 سال تقدم دارن بر کسانی که عمرشون عزادار سید الشهدا بودن اما توفیق تشرف به کنار قبر سید الشهدا سلام الله علیه رو پیدا نکردن. این عین روایاتی است که در منابع حدیثی ما وارد شده. حالا جدای از اینی که در متون روایی داریم کسی که کربلا مشرف بشود به یمن قدوم زائر سید الشهدا جمعی از ملائکه الهی از خداوند سبحان اجازه میگیرن وارد در زمین کربلا میشن، ملازم زائر ابا عبدالله الحسین هستند تا زمانی که زائر امام حسین کربلا رو ترک بکنه، تا دروازه های کربلا او رو بدرقه میکنن. بعد اون زلائکت الله به نیابت اون زائر سید الشهدا قبر امام حسین رو شب و روز زیارت می نماین، ثواب زیارتشون رو به اون زائر امام حسین اهدا میکنن تا وقتی این زائر از دنیا برود. وقتی از دنیا رفت اون ملائکه از کربلا به کنار قبر زائر سید الشهدا وارد میشن و تا روز قیامت زائر قبر زائر سید الشهدا سلام الله علیه خواهند بود. اینا شب و روز از قبر زائر امام حسین مواظبت میکنن، مراقبت میکنن. بماند که در متون روایی داریم فرمودن هر کسی که میخواد خدا توسعه در همه جنبه های زندگیش ارزانی کنه، پروردگار عالم برکت را به همه مفهوم در زندگی او ارزانی کند، راه
توسعه و تحصیل برکت زیارت امام حسین علیه السلام. زیارت امام حسین بره، خدا عمرش رو طولانی میکنه. زیارت سید الشهدا مشرف بشه، خدا گشایش در قسمت‌های مختلف زندگی او به وجود میاره. آیان حضرات بزرگواران در محفل، جدای از همه اینها در بیان معصومین هم مینگرید چقدر زیارت برای امام حسین انشاء شده به نحوی که بعض از زیارات سید الشهدا معروفه و غیر معروفه دارد. این یک جلوه است. جلوه دوم که محضر دوستان اشاره شد، همین مجالس و محافل امام حسین علیه السلام. جلوه دوم همین مجالس عزای سید الشهدا سلام الله علیه است، مجالسی که میدانی تحت عنایات خاصه حضرات معصومین و بالاخص تحت عنایات ویژه سید الشهدا سلام الله علیه است.